سلام و درود به بکس یوتیوب، خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. اومدیم با دیسبک گاتفوری به اسم اماله. دیسبک همینه، کاری که اخیراً شاپور منتشر کرده به نسل 4 و خیلی پوری فسته، خیلی سریع دیسپک ها ریلیز میشه. یعنی یادم میاد که تو نسل 4 بیف بود بین گاتفوری و ایپاپولوژیست، اون میداد این دو ساعت بعد میداد دوباره، اون میداد دوباره خیلی داشتن تو هستی. بعد موزیک ویدیو این پشمام، یعنی چجوری میشه که اینقدر سریع موزیک ویدیوش هم بدید؟ شما پرام ریخته، بیت پرودیوسر دکستا، میکس و مستر سیامن، پروژکت منیجر امیر هومی و آکیو، ویژوالایزر امیر ای پی، پلتفرم منیجر آردا، لیبل هم که زد و بند. بریم که بشنویم اماله از گاتپوری. بریم بشنویم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. بچه‌ها لینک موزیک ویدیو تو دیسکریپشن هست دیگه، نیاز به تعریف نداره. اینستاگرام ببینیم چیه کار. قصد جنایت. قبل آلبوم فیل یه قبل آلبوم بوده نمیخواستم، ولی خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش؟ بالا سرید کجاست؟ جلو اومده قناریش، کم مایه بذاره خایل پا که نداری، شمتونو سیخ میزنه پوری داغ کبابیش. بیا شمار شست کج بیمت میخواد کارشناس، تو گیلان پذیرایی واسه پلاک ناشناس. لول کتشه بله. بیخیال چقدر آتیشی شروع کرد، میگه فدایی کیه که تو باشی قناریش، خودش گذاشته رو فرستاده. و یادم یاد دیسترک حسین، یاد بیف حسین و فدایی افتادم که میگفتش چه بگو رئیست بماله اماله، الکی خودتو جان ازن جای مبارس، اصلا تو کی رئیست بگو بناله. و خیلی باله چقدر این کار وحشی. و میگه گیلان با پلاکای ناشناس پذیرایی میکنه از پلاکای ناشناس در آره، یه جورایی چیز زد تیک انداخت. بیا این ولی داستان پاک نداری، شمتون رو سیخ میزنه پوری داغ کبابیش. بیا شمار شستید کج بیمت میخواد کارشناس، تو گیلان پذیرایی واسه پلاک ناشناس. لول کتا شکاری زیر کاف شناس، اینجا خزر مافیا تر را شناس. نمیخوام بیادب شم چون اینجا به جانی، تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی. بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی، که سروش و فروخت پقی به خر تجاری نداریم. میگی سروش بله. اشتباه بیده سرک یادگاری از فدایی کرد. آره فدایی که اینجا که داشتن فوتبال بازی میکردن دیدی چی بود؟ چی بود؟ فرانسه مقابل ایران نکن. فرانسه مقابل ایران، چون که خب ملتفت فرانسه است دیگه، بکنم فدایی فرانسه است. متوجه شدم. آفرین چه کسی جالبه، آفرین. به جانی تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی، بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی، که سروش و فروخت پقی به خر تجاری نداریم ترسی از هیچ پوفیوزی، سیاسی که ساده میکنید گنده گوزی. هر چیه جون با توی رقصم تانگو، ولی کس ننت تگرون نکشی اوزی دیستانی که بک بدم بک بدم تنه. بله پشت مادر میدن. چون که اونجا آهنگ عربی پلی کرد دیگه زمانی که آره. تو بیت مهدیار و میگه حسن اگه نکشه یوزی. آره دیگه میگه باید بیا بکشه. یه خورده وحشی میزنه گاتپوری. ولی کس ننه تگرون نکشی اوزی، دیستادی که بک بدم تنت شیوه، شو دنبال ویومی گاتپوری شیره. داستانی نداریم با رپری که فیده، علل خصوص یه قناری که نداره چهره. آکی میگه فین چیگی بیخیاد و بالده، طرف بیف نمیخوره باید بماله. حمید میگه به کاره بکن کاراشو رواله، گاد میگادت زد و بند کرده اماله. نمیکشه دیگه کار تون طول، بیفان وان خون دو دوشم گان جفلو. بیا با کیف پر طول پیشم یه ساک پر توف، بابا که پر تو را هم ندارم ترمز. داشتون کس خاره کار گاده ارژینال نابه، آره میزنه فلم شخ تو نیست دوزاری بارت، داخل میگیره دهنه تو گل با وکال خامش، تا که بره پشت میکروفون برسه خدا به دادت. شدن جلوم گوشا به خط قشن یه گیم اینجا به بد، تنم عادی بسه سخت یه پام رو گاز رو کال سفت. بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون، فاز گنگتون چیه نشستی پا وارزون، تیم شید همه رو هم یه فاز گنگتون چیه. خیلی باله به نظر من، این واقعا یه دیسپک خفنه از گاتپوری. خیلی دیسپک خوبیه، باشه. میگه من صدام تو رو میگاده چه برسه بخوام برم پشت میکروفون. من اسم کنم قرار دیسترک بیاد بچه ها، چون که اون ترکی که اومد به اسم علکی کلا دو تا مصرع بود که در واقع زد به لیبل زد و بند و سیبیل و
دو سه چند بار سیبیلو اشاره کرد. آره اشاره کرد، ولی خب اینجوری نبود که صرفا شخصی بخواد بگه. نه خب مستقیم اشاره نگه. من اسم میکنم بچه ها دیستر میدنم توی ویدیو میگم، هنوزم چیزی نیومده. من اسم میکنم یه دیسبک میاد بابت این هستم. پانچ میاد مثل تایسون، فاز گنگتون چیه؟ نشستی پا وارزون، تیم شید همه رو هم میکنم به تو ناردکور، این بوس آخرش انام گارسون. یه گفت جواب نمیدم دیگه، یعنی میگه بهش تلاشی پاسخ نده خواهد شد و میگه واسه تو ملتفته، واسه ما یه سوراخه. نه میگه میمه مثل سوراخید، مثل میمه ملتفت، میم سوراخ وسطش دیگه. نه خودش قوی بود. آره دیسپک های کلن گاتپوری که دیس میده خوب دیس میکنه، خوشم میاد چون در خود سر هیپوپولوژیست و خودش هم خیلی قوی عمل کرد. سر اون بیفه نظرت کی زد بیفه گاتپوری هیپوپولوژیست؟ کی استارتشو؟ نه کی زد؟ کی زد؟ به نظر من گاتپوری قطعا. به نظر من گاتپوری زد. گاتپوری که خب به نظر من احساس میکنم یه خورده چون با تجربه تره تو دعوا، دعوایی تره، تهاجمی تره، مثلا کسی هم که دعوایی تره خب راحت تر میتونه به ذهنش مثل چیا بگه دیگه. میگه تو سیویلا جا تو نیست. خیلی قوی بوده چی من دارم تازه پانچهشو حزم میکنم. شاید اگه فیسش هم دیده بود خیلی چیزا واسه گفتن میتونستش. خیلی چون خوراکش قیافه است. بی قیافه رو بگیرم. مثلا چقدر به هیپوپولوژیست گفت چه شد این دیسفک میده. حالا درسته گاتپوری گفتش به هیچ تلاشی پاسخ داده نخواهد شد، ولی جواب میده گاتپوری. گاتپوری زیر لیست نمیره. آره نه نمیره. کلا قبلا هم شده آخه این تیپی پیش بیاد بگیره جواب نمیدم، ولی جواب میده. ولی من میگم یه دیسفک میاد بابت این، یه دیسفک میاد. داشت اکیه زیبا بود. نه بچه های گیلانگن خیلی باحال بود و به نظر من نیسترکی خوبی بود، قشنگ کوبید و اینکه میگه که مثلا چرا مثلا فردای حرفی میزنه تو زدی هم باحال بود، وامه خوبی گرفته بود و پانچاش زیاد بود. آره من سوزو کنم کلن یه آرتیسته که ADHD داره، کلن کاری همین جوری ول نمی کنه، سعی می کنه که حتی یه کاری هم که خیلی هم شاید بساش وقت نذاشته باشه رو خیلی ترتمیز انجام بده و مرتب و منظم. خب این چیزی بودش که من دیدم، ولی خب نظر من اینه که برای من کلن بچه ها به شخصه آرتیستایی که توی دورانی که همه ساکت بودن ولی خب مثلا اینا فعالیت داشتن ارزش بیشتری پیش من دارن. یعنی مثلا دوران اعتراضات که فدای شاپور بیشتر تک‌های اعتراضی دادن اینا. آره مثلا خود خب آخر چیز هم داد، گاتپوری هم داد، ترک جان سرمون داد. گاتپوری کلن یه ترک فرستاد تو تلگرام و اینکه خب نمیدونم چی بود الان مثلا اون فرستاد تو تلگرام و حالا بود و حالا خیلی هم خب خداییش، یعنی آهنگای شاپور خدای قابل مقایسه نیست. حالا اینم میگیم از اعتراضی نه ما حالا اینم میگیم حالا کلا شاپور اوکی یا مثلا آرتیست آنناونه مثلا نو فیسه، مثلا ما فیسش رو ندیدیم نمیدونیم کجاست و اینا، شاید بیشتر دست و بالش بازه، ولی خب اون این راه انتخاب کرده که آنناون بمونه ولی دست و بالش باز باشه. چرا اینجوری نگاه نمی کنیم بهش؟ خب ولی مثلا خب فن خیلی مثلا اونجوری نداشته باشه، نخواد حالا مثلا کلیپ بده، چرا مثلا فکر میکنی مگه میشه یه آرتیست تو زهید ترک های دوران اعتراضات دو ترک های من خودم انقدر گوش دادم سوراخ کردم خب. ولی من دارم میگم یکی مثل شاپور فکر میکنی دلش نمیخواد مثلا الان مثلا تو رپر خب دلت نمیخواد مثلا یه تصویری بدی یا مثلا با یکی فیت بدی عکس تو ببینن مردم ببیننت ازت امضا بخوان تو بکن مثلا توی مترو میشینه مثلا الان شاید کنار من هم که کنار تو هم نشسته باشه ولی ما نمیدونیم شاپوره، اسم واقعیش هم نمیدونیم. میدونی چی میخوام بگم؟ مگه کسی بدش میاد؟ و مطمئنم تو این راه زحمت کشیدن و جفتشون حتی مثلا گاتپوری هم همینطور. ولی من خب برای یه سری از همه آرتیست‌ها رو دوست دارم، ولی خب واسه یه سری های دیگه یه احترام های دیگه قائلم.
و این هم به نظر من بوم بود و کلن گاتپوری کارش دیس و دیس بک بازی نگستم. نه تو دیس خیلی خوب آره، جواب میده، خیلی خوب جواب میده آره. و این دیس بکش هم خیلی دیس بک قوی بود، با این که من تاکه علکی رو دیس بک دیس ترک نمیدونم. من هم نمیدونم دیس ترک اونجوری نیست که دیس ترک دیس وحشیانه یه نسل چهار دیس وحشیانه. نه خیلی چیز نبود، سنگی نبود، نه خیلی اگرسیو نبود آره. ولی خب اینجوری که بوش میاد من حس میکنم یه دونه دیس پک بابت این ترک میاد، چون که شاید هم اصلا یهو فدایی بیاد بخونه. فدایی هم پس دیس ترک خوب برمیاد تو فاتحه رو یادت میاد، ورس اول هم کلن اصلا فدایی اومد دیگه آره. آره. در مجموع خیلی کار خفن بود. شما هم نظرتون راجع به این داستان بنویسید که به چه شکله. خسته نباشید میگم تمامی عوامل این کار، لیبل زد و بند، آکیو عزیز و خود گاتپوری، من خیلی حال کردم با کار. منم خیلی خوشم اومد. محو پانچو و محو اون لفظ بازی های گاتپوری بودن. بله خیلی منتظر آلبومش هم هستیم. آلبوم فیل. آره. یعنی آلبومش. لذت برده بوده باشید. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید قلب تو کامنت برامون بذارید و کانالم سابسکرایب کنید. مراقب خودتون باشید. خیلی خفنید. دوستتون داریم. خدافظ. آخر سر یه بوس برای فدایی فرستاد دیدی؟ گویا این بوس هم برای اون گارسونه. چون فدایی آره تو رستوران کار می‌کرد از زمان. آخره.